پیامدهای زلزله در غرب کشور در پی وقوع زلزله در غرب کشور و کشته و بیخانمان شدن شمار زیادی از ساکنان مناطق غربی کشور انتقادات از وضعیت مدیریت بحران در ایران بار دیگر شدت یافته و به مسئله روز رسانه ها و اخبار تبدیل شده است. ایران به علت قرار داشتن بر روی کمربند زلزله بایستی آمادگی کامل در مقابل این پدیده را داشته باشد که به اظهارات کارشناسان چنین نیست و ایران چه از نظر اقدامات پیشگیرانه و چه از نظر آمادگی به هنگام وقوع زلزله دارای توانایی کافی برای رویارویی با زمین لرزه نیست. برخی از روستاها در مناطق غربی کشور به علت کوهستانی بودن منطقه همچنان غیرقابل دسترسی هستند و به علت همزمانی رانش کوه با زلزله گفته می شود برخی از روستاها برای همیشه مدفون شدند. بنا به اظهارات شاهدان عینی امدادرسانی به کندی صورت می گیرد و آوار برداری در روستاها همچنان ادامه دارد. تعداد زیادی از مردم همچنان زیر آوار هستند. طبق اظهار بنیاد مسکن بیش از دوازده هزار واحد مسکونی در این زلزله تخریب شدند و تا زمان تنظیم این خبر تعداد کشته ها به 430 تن و تعداد مصدومین به حدود 7000 نفر رسیده است بر اساس گزارش ها بیش از 70 هزار نفر به سرپناه نیاز دارند و شب های گذشته هزاران نفر شب را در فضای باز سپری کردند تخریب بیمارستان سرپل زهاب و کشته شدن کادر درمانی و پرستاری امدادرسانی پزشکی را نیز در این شهر با سطح تخریب بسیار بالا و آسیب دیدگی زیاد مردم با مشکل مواجه کرده است برخی از ساکنان مناطق در اظهار نظرهای غیر رسمی می گویند میزان تخریب روستاها و مرگ مرگومیر افراد بسیار بیش از آمار رسمی ارائه شده از طریق رسانه هاست. در مورد کانون زمین لرزه همچنان بین سازمان های مختلف تخصصی لرزنگاری اختلاف نظر وجود دارد. مرکز لرزنگاری کشور مرکز زمین لرزه را سلیمانیه عراق اعلام کرده. اما بنا به گزارش مرکز لرزنگاری آمریکا مرکز این زمین لرزه در داخل خاک ایران بوده است. اختلاف نظر درباره کانون زمین لرزه شایعاتی را نیز دامن زده و برخی اظهار می‌دارند که سطح تخریب و همچنین نوع انتشار امواج زلزله شباهتی به زمین لرزه ندارد و می تواند ناشی از وقوع انفجار در عمق کم زمین در محل وقوع زلزله باشد. در کشور اعضای عمومی اعلام شده و دستگاه های اجرایی و نظارتی من جمله سپاه، ارتش و بسیج برای برقراری امنیت و کمک رسانی به مردم منطقه در مناطق آسیب دیده استقرار یافتند و گروه های مختلف مردم و نیز سازمان های بین المللی و سازمان ملل آمادگی خود را برای کمک به زلزله زده ها اعلام کردند. بازدید روحانی از مناطق زلزله زده حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای بازدید از مناطق زلزله زده وارد کرمانشاه شد و در فرودگاه به خبرنگاران گفت دیدار با مردم قهرمان کرمانشاه همیشه جزو آرزوهای من بود اما دلم نمیخواست در چنین شرایطی باشد که مردم امروز غمدار و دچار مصیبت باشند و امیدواریم در روزهای خوش و افتتاح طرحها خدمت مردم عزیز و قهرمان این دیار بیاییم که همواره مرزبان خوبی برای کشور عزیز ایران بودند روحانی با قدردانی از ملت ایران به خاطر همدلی و کمکهایشان گفت باید از همه ملت ایران اعم از دولتی، نظامی، ارتش، سپاه و بسیج، هلال احمر، نهادهای امدادی، بنیاد مسکن و وزارتخانه های بهداشت، کشور، راه و نیرو و همه آنهایی که تلاش کردند در این روزها مشکل آب، برق، جاده ها را حل کنند و مردم را از زیر آوارها نجات دهند و به بیمارستان ها برستانند و همچنین از امداد هوایی تشکر کنم. هواپیماها و هلیکوپترها در این روزها تلاش ای انجام دادند و اگر پرواز این بالگردها در دیروز و امروز نبود مسلما روند کمک رسانی خیلی سختتر و مشکلتر میشد روحانی همچنین از همه کشورهای همسایه و از همه کشورهایی که در این حادثه با ملت ایران ابراز همدردی کردهاند تشکر و سپاسگزاری نمود رئیس جمهوری با بیان اینکه مسئول اصلی بازسازی بنیاد مسکن است گفت خواهش می کنم همه مقامات دولتی و نظامی و همه خیرین و کمک های مردمی به بنیاد مسکن ارسال شود و کار جداگانه انجام ندهند البته برای خدمات مدرسه و غیره می توانند برنامه ریزی و تلاش کنند. حسن روحانی سپس به شهر سرپل زهاب عظیمت نمود که در زلزله اخیر بیشترین خسارت را شاهد بوده است و تنها بیمارستان شهر نیز در زیر آوار زلزله به مخروبه تبدیل شده است و اکنون یک بیمارستان صحرایی در آنجا برپاست. روحانی برخلاف سالهای قبل سعی کرد که در اولین فرصت به منطقه وقوع حادثه سفر کند و از این بابت حجم انتقادات را از خود در این موارد کم کند. مناقشه مسکن مهر و اظهارات معاون اول رئیس جمهوری در پی وقوع زلزله و تخریب بخش قابل توجهی از مسکن مهر در شهرستان سرپل زهاب بار دیگر انگشت اتهام بدمدیریتی به سمت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسبق ایران نشانه رفت و او را به علت ساخت مسکن نایمن و غیر استاندارد متهم کرده است. برخی خواستار محاکمه وی شده و از دستگاه های حقوقی و قضایی خواستند تا او را برای پاسخگویی و توضیح علت آسیب پذیر بودن بافت غیر فرسوده ی مسکن مهر محاکمه کنند. در همین رابطه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نیست روز دوشنبه در آغاز تشکیل جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تهران اظهار داشت بیشتر خانه های تخریب شده در زلزله مربوط به ساختمان های مسکن مهر هستند به همچنین از وزیر راه و شهرسازی خواست تا این موضوع را که چرا این ساختمان ها تا این حد آسیب پذیر بودند را مورد بررسی قرار دهد مسئله ساختمان های غیر استاندارد که همچنان در بین ساختمان های جدید هم قابل مشاهده است از مهمترین دلایل آسیب پذیری بافت زندگی در مناطق شهری و روستایی در مقابل زلزله است. بسیاری از کارشناسان عدم تعهد ناظران فنی و همچنین مهندسان را از مهمترین دلایل آسیب پذیری ساختمان ها و نیز کشته شدن شهروندان به علت تخریب ساختمانهای های ناایمن میدانند و خواستار مجازات خاطیان در این رابطه هستند که با نادیده گرفتن جان استفاده کننده ها با ساخت خانه های غیر استاندارد آنها را در معرض مرگ و آسیب پذیری قرار می دهند. احزار رحیم مشایی به دادگاه بر اساس متن احزاریه که روز دوشنبه سایت دولت بهار منتشر کرد دادگاه انقلاب اسفندیار رحیم مشایی را به اتهام توهین به رهبر تبلیغ علیه نظام و تصرف غیرقانونی در انبال دولتی و نشر اکازیب به دادگاه احضار کرده است بنا به گزارش رسانه ها مشخص نیست که کدام یک از اظهارات وی مستاق توهین به رهبر و نشر اکازیب تلقی شده است در سالهای اخیر مشایی، بقایی و احمدی نژاد سخنان انتقادی و تندی درباره نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه اظهار کردند و تلویحا یا آشکارا رفتارهای جمهوری اسلامی و رهبری را مورد انتقاد قرار دادند. رحیم همچنین چندی پیش در اظهارات جنجالی و کنایامیز در روز خبرنگار در مورد ولایت فقیه گفته بود که ما نسبت به ولایت فقیهی که به مسابه یک خطکش موجب صف بندی جامعه شود نظر مثبت نداریم او همچنین گفته بود این ولایت فقیه نیست این جهل است و این به نام پیامبر بین مردم فاصله درست کرده این خود شیطان است اسفندیار رحیم مشایی یکی از نزدیکترین یاران احمدی نژاد است و تنها کسی است که احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خود بارها خود را برای دفاع و حمایت از وی در معرض انتقادات تند هوادارانش و نیز در مقابل سید علی خامنه ای قرار داد. رهبر جمهوری اسلامی پس از انتخاب رحیم مشایی به عنوان معاون اول رئیس جمهوری سراحتا به او دستور داده بود تا فرد دیگری را برای این پست انتخاب کند. تایید پایبندی ایران به برجام توسط آژانس آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در گزارش فصلی خود برای چهارمین بار پایبندی ایران به تعهدات برجام را تایید کرد و اظهار داشت ذخایر اورانیوم با غنای پایین در ایران بسیار پایین تر از سقف تعیین شده در توافق بوده است در این گزارش همچنین بر پایبندی ایران به تعهداتش درباره تولید آب سنگین نیز تاکید شده و اظهار شده است که کارکنان آژانس توانستند بدون مشکل به همه ی مناطق مهم و حساس دسترسی پیدا کنند گرچه این اولین بار نیست که آژانس بین المللی انرژی اتمی پایبندی ایران را به توافق هسته تایید می کند اما این اولین بار است که پس از سخنرانی ترامپ در ماه گذشته در خصوص عدم تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای گزارش آژانس منتشر می شود. چندی پیش نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز با سفر به وین از آمانو خواسته بود که راهبردهای سخت گیرانه تری در مواجهه با ایران در پیش گیرد و نظارت بر برنامه موشک های بالستیک ایران را نیز در برنامه نظارتی آژانس بگنجاند. آمانو در سفر هفته گذشته خود به ایران نیز پایبندی این کشور به توافق هسته ای را مورد تاکید و تایید قرار داده بود. اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سفر جانسون به تهران در پی تصمیم جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا برای سفر به ایران در خصوص رسیدگی به وضعیت حبس نازنین زاغری و ارائه بسته پیشنهادی به ایران بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران صبح روز دوشنبه در نشست خبری خود اعلام کرد برنامه ریزی سفیر وزیر خارجه بریتانیا به ایران پیش از این در دستور کار روابط دو کشور قرار داشته است و ربطی به اظهارات اخیر وی درباره نازنین زاغری ندارد بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا اعلام کرده بود برای ارائه یک بسته پیشنهادی توافقی به منظور رهایی نازنین زاغری از بند به ایران سفر خواهد کرد. گفته می شود بریتانیا در صدد است تا برای رفع مشکل نازنین زاغری و آزادی او از بند وی را تحت پوشش دیپلماتیک قرار دهد تا بتواند از مسئولیت دیپلماتیک استفاده کند. بوریس جانسون در پی اظهارات هفته گذشته خود که گفته بود نازنین زاغری هنگام دستگیری در حال آموزش روزنامه‌نگاری بوده است، روز دوشنبه با حضور در پارلمان بریتانیا از اینکه اظهاراتش شاید موجب رنج بیشتر نازنین زاغری شده باشد، پوزش خواست و تاکید کرد دولت بریتانیا اطمینان دارد که نازنین زاغری برای تعطیلات به ایران سفر کرده است. البته مایکل گاو وزیر محیط زیست بریتانیا نیز در دفاع از وضعیت زاغری گفته بود که نمیداند وی هنگام دستگیری در ایران چه میکرده است به نظر میرسد های رسمی دولت بریتانیا به جای بهبود شرایط نازنین زاغری با اظهار نظرهای نسنجیده وضعیت او را می کنند. چندی پیش دادستانی تهران گفته بود حساسیت و اصرار زیاد دولت بریتانیا برای آزادی نازنین زاغری یکی از دلایل مهم بودن وی برای دولت بریتانیا است. بیانیه سندیکای کارگری در پی انتشار گزارش هایی در خصوص انتقال زندانیان کارگری با دست بند یا استفاده از قل و زنجیر هنگام ارائه خدمات درمانی به آنها سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه طی بیانیه ای از برخورد غیر انسانی به آنها انتقاد کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط رضا شهابی فعال کارگری زندانی شده است. رضا شهابی سال گذشته با خاتمه دوران محکومیت خود و در پی صدور مرخصی پزشکی از زندان آزاد شد اما دادستانی آزادی وی به علت مرخصی پزشکی را قانونی ندانسته و اعتقاد دارد که وی باید کل دوره محکومیت خود را طی کند رضا شهابی در اعتراض به حضور مجدد خود در زندان پس از صدور حکم آزادی اعتصاب غذا کرده بود که بنا به قول یک مقام امنیتی در خصوص رسیدگی به وضعیت او وی پس از پنجاه روز اعتصاب غذای خود را شکست بایدن و انتخابات ریاست جمهوری جو بایدن معاون رئیس جمهوری سابق آمریکا اعلام کرد من به هیچ وجه موافق نبودم که به جای هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 2016 باشم. به گزارش رویترز جو بایدن معاون رئیس جمهوری سابق آمریکا در یک مصاحبه تلویزیونی در پاسخ به سوالی درباره مسئله مطرح شده در کتاب دونا برازیل استراتژیست سابق حزب دموکرات آمریکا مبنی بر درخواست از وی برای جایگزین شدن به جای کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته گفت پاسخ من این بود که تحت هیچ شرایطی نامزد نخواهم شد وی گفت من سال گذشته تصمیم گرفته بودم که تحت هیچ شرایطی وارد میدان نشوم بایدن با اشاره به زمان اطلاعش از وضعیت سلامت هیلاری کلینتون گفت که وی درباره آینده ی او نگران شده است او گفت من از شنیدن این خبر بسیار شگفت زده بودم چنین مسائلی در کمپین او وجود نداشت جو بایدن همچنین اعلام کرد که برای نامزدی در انتخابات 2020 تصمیم نگرفته است معامله با داعش شبکه بی بی سی جزئیات معامله محرمانه ای را که به موجب آن صدها داعشی به همراه خانواده هایشان با نظارت اعتلاف آمریکا از رقه خارج شدند فاش کرد. به گزارش رویترز شبکه بی بی سی اعلام کرد کاروانی که تروریست های داعش را تحت نظارت ائتلاف آمریکا از رقه به خارج شهر منتقل کرده بود شامل فرماندهان ارشد داعش و نیروهای خارجی بود و برخی از آنها در سرتاسر سر سوریه پخش شدند و بخشی هم از مرز ترکیه عبور کردند. بنابر این گزارش مسئولان محلی توافق خارج کردن داعشی ها از رقه را ترتیب دادند و در آن زمان اعتلاف و نیروهای سوریه دموکراتیک نتوانستند به بخشی از این توافق اذعان کنند. بی بی سی با ده ها تن از کسانی که در کاروان بودند و کسانی که برای این معامله مذاکره کرده بودند صحبت کرده است. بر همین مبنا حدود چهار هزار نفر از داعشی ها و خانواده هایشان از رقه خارج شدند. ریان دیلون سخنگوی ائتلاف آمریکا گفت نمیخواهیم کسی را فریب دهیم اما این مسئله در مرکز استراتژی ماست. سوری ها همان کسانی هستند که میجنگند و می میرند. آنها درباره اقدامات مربوط به عملیات تصمیم میگیرند. این در حالی است که پنتاگون مدعی شد که هیچ مذاکره ای با داعش برای خروج از رقه انجام نداده است. پیام های خصوصی پسر ترامپ و ویکیلیکس در جریان انتخابات سناتورهای دموکرات خواستار صدور احساریه برای پسر دانلد ترامپ شدند تا به طور علنی شهادت بدهد که میزان مبادله این پیام ها چه حد بوده است. به گزارش CNN، پسر دانلد ترامپ و سایت افشاگر ویکیلیکس در جریان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیام های خصوصی در مورد افشاگری علیه هیلاری کلینتون و ستاد انتخاباتی وی مبادله می کردند. سناتورهای دموکرات خواستار صدور احضاریه برای پسر دانلد ترامپ شدند تا به طور علنی شهادت بدهد که میزان مبادله این پیامها ها چه حد بوده است؟ ترزا می و روابط با روسیه نخست وزیر انگلیس گفت که این کشور خواستار روابط مفید با روسیه است و خواستار بازگشت به مقابله و دوران جنگ سرد نیست به گزارش رویترز ترزا می نخست وزیر انگلیس دوشنبه شب اعلام کرد کشورش برای برقراری روابط سمربخش و مفید با روسیه تلاش می کند هرچند وی برخی اقدامات روسیه از جمله نفوذ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را مورد انتقاد قرار داد ترزامه گفت وضع کنونی چیزی نیست که ما میخواهیم در آن باشیم و روابط کنونی با روسیه چیزی نیست که ما میخواهیم. ما خواستار بازگشت به دوران جنگ سرد نیستیم و نمیخواهیم در وضع مقابله مستمر باشیم. باید مراقب و محتاط باشیم. ما خواستار پویایی و تحرکی در این خصوص هستیم و به همین خاطر وزیر خارجی انگلیس تا چند ماه آینده به روسیه سفر خواهد کرد. وی اظهار داشت روند دیگری وجود دارد. همه ما به روسیه ی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نگاهی امیدوارانه داریم. ما میدانیم روسیه قدرتمند و شکوفاست و بر اساس اصول رفتار می کند. این به سود انگلیس، اروپا و همه جهان خواهد بود. Russia has fomented conflict in the Donbass, repeatedly violated the national airspace of European And mounted a sustained campaign of cyber espionage and disruption. This has included meddling in elections and hacking the Danish Ministry of Defence and the Bundestag, among many others. So I have a very simple message for Russia we know what you are doing, and you will not succeed. دیدار پنجم اردوغان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار مهمی است مانند چهار دیدار قبلی دیدارهایی که هر کدام منجر به نتایج مهمی شده چه در بود داخلی این کشورها و چه در بود منطقه‌ای حالا اما آقای اردوغان در فضایی که تقریبا از همکاری با امریکا در مورد سوریه نامید شده تلاش دارد تا توافق روزها را در اقدام مشترک در برابر تحولات شمال سوریه به دست آورد اما پیش از آن آقای اردوغان مطابق معمول انتقادات تندی را علیه مقامات امریکا مطرح کرد به ویژه در مورد توافق اخیر روسیه و امریکا بر سر حل دیپلماتیک بحران سوریه روزنامه حریت که باستاب دهنده سخنان اردوغان است می نویسد در پاسخ به ترامپ که گفته بود بحران سوریه راه حل نظامی ندارد گفت هر کس معتقد است بحران سوریه راه حل نظامی ندارد باید نیروهای خود را از این کشور خارج کند ارقام میگوید اگر شیوه نظامی راه حل بحران نیست باید به شیوه سیاسی راهی پیدا کرد و در این کشور انتخابات برگزار کرد او میپرسد آیا در هفت یا هشت سال گذشته این شیوه عملی شده است حریت در این باره از قول ارغان می نویسد ما در این باره با ولادیمیر پوتین نیز گفتگو کردیم ما کسانی هستیم که این منطقه را بهتر از هر کس دیگری می شناسیم در هر صورت به نظر می رسد حال که روابط آنکارا و واشنگتن فصل سرد خود را آغاز کرده و هیچ کس نمی داند پایان این فصل سرد کی خواهد بود در این بره زمانی ترکیه یقینا بیشتر به روزها نزدیک خواهد شد در همین ارتباط مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید کشورش مخالف تشکیل کنگره مردمی سوریه در شهر سوچی روسیه نیست اما به هیچ وجه در این کنگره نباید گروه های تروریست شرکت داشته باشند چاوشوغلو میگوید یپگ یک گروه تروریستی است و دیدیم در جریان عملیات رقه آنها تصویر اوجالان رهبر پکاکا را با خود همراه داشتند اما خبر مهمتر آنکه خبرگزاری آناتولی ترکیه میگوید نیروهای کرد یپگ در ادامه عملیات خود در منطقه دیروزور بری یک منطقه نفتی بزرگ سوریه تسلط پیدا کردند. همزمان خبرگزاری هاوارنیوس نزدیک به گروه های کوری می گوید ارتش ترکیه با گذر از رود قرسو وارد کانتون افرین شده و در حال ساخت یک پل بر روی این رودخانه است. کانتون افرین محل حضور نیروهای یپگ است و ترکیه مترصد حمله به این نیروهاست و نهایتا روزنامه یعنی شفق ترکیه در گزارشی تحلیلی نوشته نیروهای داعش پس از شکست در عراق در حال تغییر استراتژی هستند و با جمع شدن و با جمع شدن در استان الانبار مشغول آماده سازی خود هستند این روزنامه می نویسد داعش به زودی وارد عربستان خواهد شد و در پروژه جدیدش این کشور را به چهار منطقه تجزیه خواهد کرد